ولی به نظر میرسه که نیروی اطلاعاتی و انتظامی رژیم هم این تصاویر رو دیدن و تأثیر روشون گذاشته. هم دعوت کردیم از همکارم منوچهری که به همین موضوع بپردازیم و سریع صحبت کنیم. منوچهر اگه ممکنه برامون توضیح بده که چرا اقدام به دستگیری چنین دانش آموزان میکنه رژیم؟ چرا؟ سلام احسان. بله همونطور که میدونی در چند روز گذشته خامنه‌ای و رئیسی به قول معروف ضربه های جانانه ای از دانشجویان و دانش آموزان ایران دریافت کردن، طوری که الان حسابی هار شدن. اینا فکر میکردن با یورش به دانشگاه صنعتی شریف و سرکوب دانشجویان این دانشگاه که معمولا جلودار در قیام ها و اعتراضات بودن و دانشجویان نخبه ای مثل امیرحسین مرادی و علی یونسی در اونجا درس میخوندن، در واقع یه پیامی به سایر دانشجوها و دانشگاه ها بدن که هر دانشگاه و دانشجویی به اعتراضات ادامه بده با سرنوشت مواجهی خواهد شد، سرنوشت مشابه مواجه خواهد شد. ولی مقاومت جانانه دانشجویان دانشگاه شریف که البته با پرداخت قیمت همراه بود نتیجه عکس داد و چه در دانشگاه های سراسر ایران و چه در سطح جهان همه رو به حمایت از این دانشجویان و اعتراض به رژیم واداشت، طوری که به گفته برخی خبرها رژیم مجبور شد بعد چند روز تمام دانشجویان دستگیر شده این دانشگاه رو هم آزاد کنه. بعد با برنامه‌ریزی که کردند رئیسی برای اینکه بگه دانشجویان همه دانشگاه ها ناراضی نیستن، رفت دانشگاه از زهرا که یک دانشگاه تماما دخترانه است و تقریبا اکثر کسانی هم که تو این دانشگاه درس میخونن مذهبی و خیلی از اونها دستچین شده خود رژیم هستن. رئیسی فکر میکرد که در این دانشگاه با مخالفت آنچنانی روبرو نخواهد شد، ولی باز برخلاف تصورش بسیاری از همین دانشجویان با شعارهای رئیسی برو گم شو، قاتل برو گم شو، چنان جوابی به اون دادن که انعکاس اون در همه رسانه‌ها منتشر شد و خلاصه این نقشه اونم به هم ریخت. از طرف دیگه شاهد بودیم که دانش آموزان مدارس هم مدارس ابتدایی گرفته هم تا دبیرستان‌ها به صورت گسترده‌ای وارد این قیام شدن. حتی دانش آموزان کلاس‌های ابتدایی یا همون دهه 90 که همین یکی دو ماه پیش در واقع رژیم یک نمایش مسخره سرود سلام فرمانده رو برنامه‌ریزی کرد و در رسانه‌ها تبلیغ کرد، یا عکس خامنه‌ای جنایتکار رو روی دیوار یکی از مدارس چسبوند و بچه‌های کوچیک اون مدرسه رو مجبور کرد که عکس اون جنایتکار رو برن ببوسن و فیلمش رو تو تلویزیون پخش کنن، اما با واکنش دانش آموزا روبرو شد که دید عکس‌های خمینی رو از کتاباشون کتاب درسیشون پاره کردن و این تصاویر رو در محیط‌های اجتماعی گذاشتن. دانش آموزای بزرگتر هم که با راهپیمایی و شعارهای کوبندهشون از قیام حمایت کردن. خامنه‌ای که حتما این صحنه‌ها رو دیده بود برای روحیه دادن به نیروهاش در صحبت‌هاش اگه شنیده باشین گفت که با یک تنبیه این جوونا متوجه اشتباهشون میشن، یعنی دست باز داد که این دانش آموزان رو بگیرن و به قول خامنه‌ای تنبیه کنن. خلاصه رژیم که دید زورش به دانشگاه‌ها نمی‌رسه و اگر مدارس و دانش آموزان هم ول کنه وضع خیلی خرابتر خواهد شد، دیروز و امروز به تعدادی از مدارس دخترانه تهران مثل هنرستان آفرینش تو پردیس یا یک مدرسه در شهریار هجوم برد و ابتدا با لباس شخصی های خودش و بعدم چون زورش نرسید و با مقاومت دانش آموزان روبرو شدن نیروهای انتظامی رو وارد کرد و اقدام به دستگیری تعدادی از دانش آموزا کرد که البته همونطور که گفتم با واکنش و مقاومت اونا مواجه شد، طوری که دانش آموزان با شعار بیشرف بیشرف از اونا استقبال کردن. صبح امروز هم فیلم هایی در رسانه اجتماعی منتشر شد که اونا دانش آموزان دختر و پسر شعارهای امسال سال خون سید علی سرنگونه و مرگ بر دیکتاتور رو سر می دادن. از شهر کیش هم خبر رسیده که مقابل هر مدرسه دو تا مأمور گذاشته بودن تا دانش آموزا رو بترسونن. اجازه بدید اینجا به من میگن تصاویر داریم از اعتصابات سراسری امروز، این رو ببینیم بعد من سال بعدی مون بپرسم. بله، اعتصاب سراسری بی‌آرتی خط آزادی به تهران پارس یک شنبه 17 مهر 1401، خیابون پر شده از یگان ویژه. اینم اعتصاب بی‌آرتی ها. Thank you.
همونطور که میبینید مغازهای فردی زمین اعتصاب کردن. امروز 17 مهر 1401. امروز یک شنبه 17 مهر ماه آباد. امروز تاریخ 17 هفته 1401. اینجا عبدالآباد، اعتصاب کارگران عبدالآبادی. علی درود به این بازاریان که واقعا از نون خودشون میگذرن به نفع قیام و انقلاب مردم ایران. خب من خواستم به این در صحبت شما بسیار خوب این موضوع رو بازتاب دارین و گفتین که تا الان هر کاری که رژیم کرده به عکس خودش تبدیل شده. به طور خاص این از کیه دانش آموزا؟ بله بله، به طور خاص دختران و این شیرزنانی که ما میبینیم دقیقا بیشتر ترغیب میشن به ایستادن جلوی رژیم. به نظرتون آیا جواب داره و این کارهایی که میکنه مؤثره؟ بله دقیقا درست میگیم. راستش به قول مسئله معروفی که میگن غریق به هر خس و خاشاکی چنگ میزنه که خودشو نجات بده، این مسئله حالا مصداق رژیم خامنه ایه، چون واقعا درمانده شده و نمیدونه چی کار کنه. میخواد با دستگیری دانش آموزها، به خصوص دانش آموزهای دختر، خانواده های اونا رو تحت فشار بذاره که نذارن بچه هاشون در تظاهرات ها شرکت کنن. چون دیدیم که بسیاری از همین دانش آموزان دختر لیدرها و جلودورهای قیام بودن و برخی از اونا هم جونشون رو در این راه دادن، مثل سارینا اسماعیل زاده که فقط 16 سالش بود یا نیکا شاهکرمی که 17 سال بیشتر نداشت. این قیام که الان به گفته خیلی ها به انقلاب در واقع تبدیل شده، جلوداراش همین دخترهای شجاع ایرانن که از آخوندها و به خصوص خامنه‌ای متنفرن و تا سرنگونی این رژیم دست بر نخواهند داشت. بله با سپاس از همکارم منوچهر به خاطر این گفتگو. با تشکر.